سلامتی مبارک باشه. به میمنت و مبارکی. ترک چشم اونایی که آقا بخیلن نمیتونن ببینن. مبارک باشه، مبارک باشه. خیلی خوب مشربتون، خیلی خوب. ممنون. این تلویزیون خصوصیه که تازگی به ایران اومده، همه گیر نشده هنوز. قراره به صورت واقعی هر کی تو استودیو برنامه اجرا کنه ما از این تو ببینیم. مثل سینما نیست که فیلمشو بردارن، قراره هر تئاتری که روی صحنه اجرا میشه بیارن توی استودیو برای کل مردم نمایش بدن. برنامه‌ش کی شروع میشه؟ بین 6 بعد از ظهر تا 10 شب هر روز. برای من شما 3 نفر پایه‌های اصلی این سازمان هستید. ما باید جزئی ترین مسائل این مملکت رو به دست بگیریم. حتی نخست وزیرم باید تحت کنترل خودمون قرار بدیم. فهمیدی؟ فلحال برای انتخابات آینده مجلس آقای اسدالله علم وزیر کشور یک حزب تشکیل داده به اسم مردم. اون گرایشش به انگلیس هاست. در واقع این حزب دستپخت انگلیس هاست. اونا از نفوذ آمریکایی خوف دارن. برای همین علم رو جلو انداختن تا این حزب رو تشکیل بده، تا اونا هم بتونن به مجلس 20 تسلط پیدا کنن. بشنین. شنیدم آقای دکتر منوچهر اقبال نخست وزیرم یک حزب مشابه تشکیل داده. اقبال و علم رقابت دارن با هم. نام حزب اقبال ملیونه. هر دو حزب تحت نظر انگلیس هدایت میشن. رقابت بین اقبال و علم فقط به نفع اعلی حضرت او بس. باید مراقب باشیم هر بی سر و پایی وارد حزب نشه. باید تلفن‌ها رو کنترل کنیم. توی دفتر هر دو حزب مخبر میفرستیم در قالب آبدارچی یا مستخدم. تیمسار عربی کیا و اخوان امجدی، ما راه سختی در پیش داریم. باید بذاریم کمی وقت بگذره تا سواک سایه خودشو بندازه روی همه مملکت. حضرت، حزب مردم برای حضور محکم در انتخابات مجلس 20 داره با قدرت به کارش ادامه میده.
در راستای اهداف حزب برای جذب مخالفین و کم کردن تحرک اونا، چند تن از اعضای حزب منحله توده مثل محمد باهری یا رسول پرویزی رو به عضویت حزب درآوردیم. میشه طبقه کارگر رو جذب کرد. کارگر باید در کنار رئیسشون تو جلسات حزبی بشینه. ما نباید اجازه بدیم توده یا به سمت‌های بالای حزبی دست پیدا کنن. احسنت. مرحبا. ضمناً حواست باشه ما باید تلاش کنیم که حزب مستقل از حکومت شناخته بشه. اطاعت قربان. با من امری نیست. در ضمن آقای اقبال نخست وزیر بیرون منتظرن. چه خبر آقای اقبال؟ اعلیحضرت همون گونه که مستحضران، سال گذشته کانال سوئز توسط دولت مصر ملی شد. خب این یادآوری برای چیه؟ دولت مصر با ما قطع رابطه کرده. به جهنم! اسرائیل برام از مصر مهمتره. کار من به جایی رسیده که جمال عبدالناصر برام تعیین تکلیف میکنه که با کدوم دولت رابطه داشته باشم. قربانتون برم، اینقدر اوقات مبارک و تلخ نکنین. به قول شاهنشاه اسرائیل از مصر مهمتره. خاطر مبارک و ناراحت نکنین. به درک اسفل و سافلین که قطع رابطه کردن. بفرمایید آقای اقبال. حاج مرتضی تو بازار اصفهان. این دستگیرش میکنیم. براش پرونده درست میکنیم که با فدایان اسلام بوده. اسمش از لیست اعدامیا جا مونده. دیگه کارمونو بلدیم قربان. شایعاتی در خصوص درآمدهای ناشی از مستغلات موروثی پدرم زیاد شده که در شأن خاندان سلطنتی نیست. خیلی محرمانه بوده. دیگه خستم کرده این حرفا. تو باید یک بنیاد تأسیس کنی، نه مثل سازمانی که به همت اشرف دودهی 20 تأسیس شد. یک بنیاد عظیم، محلی که سرمایه خاندان سلطنتی در اونجا متمرکز بشه و برای قانونی کردن این ثروت و کم کردن فشار بازار شایعات میتونی این بنیاد و بنیاد خیریه اعلام کنی. حتی میتونه برد جهانی داشته باشه. با نام خاندان سلطنت، بنیاد پهلوی. فقط حواست باشه چون این بنیاد خیریه است، مطابق تفسیر 2 ماده 182 مالیات ها تمام شرکت ها و مؤسسات تابعه بنیاد پهلوی از مالیات معاف هستند. اطاعت قربان. چه خبر ارنست؟ خبر داری؟ والا حضرت اشرف از طریق خرید و فروش مواد مخدر پول زیادی به جیب میزنه. به اشرف کاری نداشته باشین. هرچی سرش اینطوری گرم باشه اعصاب من راحت تره. خواهرت اصلا قابل پیشبینی نیست. البته شاید اینجوری بهتر باشه. شاه دخت سرش گرم بشه تا شاه آرامش داشته باشه. تعهدات سازمان امنیت شما در قبال مشکلات منطقه برای ما خیلی مهمه. شما اول باید به فکر گروه‌های مخالف خودتون باشین.
ما با شما دوست هستیم. با این مسئله پیش پا افتاده عشقی شاه ایران خیلی دغدغه ما نیست. من با اسرائیلیا ارتباط برقرار کردم. حتی ملاقاتی در فرانسه با سفیر اسرائیل یعقوب تسور داشتم. پیشنهاد همکاری و مبادله اطلاعات دادم. دولت اسرائیل هم استقبال کرد از پیشنهاد من. خوبه. باید ارتباط بین موساد و سواش گسترده تر بشه. اونام در همه زمینه ها. این نه تنها به نفع ایران بلکه به نفع کل خاورمیانه است. دولت ایالات متحده آمریکا روی کمک های شما و اقداماتتون و سازمانتون حساب ویژه‌ای باز کرده. چند وقت پیش رادیو اعلام میکرد بنیادی اداس شده به اسم بنیاد پهلوی. خیلی است. خدا خیرش بده شما. تمام امور سیر رضا شاه صرف امور خیریه میشه. خوبیش اینه که به مردم میرسه این خاندان. خدا کنه. خدا کنه واقعا به این مردم برسه. بفرم. ممنون آقا. چقدر شده ایز؟ 4 تومن. 4 تومن؟ چه خبر آقا؟ ما بی تقصیریم. نرخ تصویبی دولته. مرتشور این اقبال کاسلیس رو ببرن که همش ادعا داره. خاک بر سر. بفرمید، بفرمید. وقتی از کلن برگشتی، ما با هم یک سفر به آمریکا میریم. دلم شور میزنه. من مثل یک شیر پشتیبانتم. نیاز نیست دلت شور بزنه. خداحافظ. ای کاش اینطوری نمیشد آلی حضرت. سریا، منو سریا صدا کن عزیزم. شاهزاده زیبای من.
اگه سریا برگرده باید قید پادشاهی رو بزنی. قرار نیست دودمان پهلوی به خاطر عشق و عاشق بازی این ننه آلمانی به باد فنا بره. من نمیذارم. اون الان رفته آلمان. قراره یه هیئت 3 نفره شامل دکتر عیادی، اسعد بختیاری عموی سریا و سپهبد یزدانپناه از طرف من پیامی رو براش ببرن. هر کوفتی که میخوان ببرن ببرن واسش. اون حق نداره برگرده ایران. باید طلاقشو بدی. سریا برمیگرده، ولی مشروط به شرایطی که من تعیین کردم. چه شرایطی؟ متاسفانه شورایی که به دستور اعلی حضرت برای حل مشکل جانشینی تعیین شده بود انتخاب یکی از برادران اعلی حضرت رو به عنوان ولیعهد رد کرد. پس اعلی حضرت الان برای چی شما رو فرستادن اینجا؟ ما هیئت آخرین امید هستیم. و این آخرین امید شما چیه؟ به موجب قوانین اعلی حضرت میتونن همسر دیگه ای اختیار کنن تا براشون ولیعهدی به دنیا بیاره. اگر شما با این امر موافقت کنید مقام و موقعیتتون به عنوان همسر اول اعلی حضرت و ملکه ایران محفوظ میمونه. جناب دکتر، چطور جرأت میکنین چنین پیشنهادی رو مطرح کنین در حالی که خودتون خوب میدونین امکان نداره من به این راه حل رضایت بدم؟ ولی مادر اعلی حضرت به شوهرشون اجازه دادن بعد از ایشون 2 همسر دیگه اختیار کنن. من اینطور فکر نمیکنم آقا، روزگار عوض شد. ولی مقام و موقعیت شما هیچ تغییری نمیکنه. مقام و موقعیت این چیزا اصلا برای من اهمیت نداره جناب دکتر. ظاهرا بحث ما بی‌نتیجه است. من نتیجه مذاکرات رو برای اعلی حضرت گزارش میکنم، خبرش رو خدمتتون اطلاع میدم. چون مصالح عالیه ملت ایران و تأمین آینده سلطنت مشروطه موروثی و اجتناب از هر گونه ناراحتی و آشفتگی آینده مستلزم اقدام در تعیین ولایت اهل بود، این موضوع از طرف اعلی حضرت همایون شاهنشاه مطرح شد و حاضرین با توجه به مصالح عالی کشور به اتفاق آرا اظهار نظر کردند که ولیعهد ایران باید از نسل بلافضل شخص اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی باشد. اعلی حضرت همایون شاهنشاه با ابراز کمال تأثر و تأسف با ذکر این که اولیا حضرت ملکه سریا پهلوی در تمام مدت همسری شاهنشاه از هیچ گونه خدمت و عطوفت و خیرخواهی خودداری نفرموده و از هر خیر شایستگی مقام شامخ خود را داشتند و در این برهه نیز با کمال علایق و محبتی که فی ما بین وجود دارد آمادگی خود را برای قبول هر نوع تصمیمی که از طرف ذات شاهانه اتخاذ شود اعلام فرمودند. با اظهار نظر هیئت مشورتی موافقت و با صرف نظر از احساسات شخصی خود در برابر مصالح عالی ملی تصمیم خویش را به جدایی اتخاذ فرمودند. وزیر دربار شاهنشاهی حسین علا.
الله. سلام. سلام، چی شده؟ حالا آقا جونم خیلی بده، میخواست شما رو ببینن. ای بابا، تبشون پایین نمیاد. ببخشید، شما تشریف ببرید، من خدمت میرسم. شرمنده. چیزی لازم نداریم براتون بیارم؟ نه اندستیجه، خیلی بمونه تا فردا صبح، نفس نداره. من ندونستم به نوشون چیزی بگم، من دیگه باید برم. اگه کاری بود حتما با هم تماس بگیرم. خیلی پسرم، نرو، پیشم بمون، دستات آرومم میکنن. بلد میشون. ممکنه برگرم پاریس. هنوز داره نفس میکشه. شما از رفتن میگین؟ شما میدونین؟ بله میدونم، کاملا احساس میکنم. شما نگین لطفا، احساسم میگه یه اتفاقی ممکنه بیفته. من خودم کاملا آماده کردم، اما همیشه از امروز میترسیدم. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویهای غریبانه قصه پردازم، به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. خدایا تقدیر مرا خیر بنویس، آنگونه که آنچه تو تا
دیر میخواهی من زود نخواهم و آنچه که تو زود میخواهی من دیر نخواهم. خدایا مرا عاشق حسین بمیران. قراره به دعوت جنرال دوگل به فرانسه سفر کنم. میل دارم تو هم با من باشی اردشیر. شاهنشاه مستحضر هستم. مسئولیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور به من مربوط میشه. جسارتا خواستم پیشنهاد کنم چنانچه امکانش هست ملاقاتی از نزدیک با دانشجویان ایرانی داشته باشی. من همیشه از پاریس خوشم میومد. همه پادشاه ها پاریس رو دوست داشتن. احمدشاه که تو هتل کنتینانتال زندگی میکرد. خاک بر سرت که پادشاه ایران مده رو با احمدشاه بی خاصیت مقایسه میکنی. من جای اعلیحضرت بودم با یه تیپا میندخمید بیرون. اعلیحضرت پاریس محفل دانشجوی چپیه. پاریس من که میگم اومدن شاه به پاریس هر چقدرم که بد باشه واسه ما بد نیست. اون میاد اینجا ما هم خواستهامونو مطرح میکنیم. حالا اگه فرصت کنه ما رو ببینه لیلی خانم. دیر کردی فرح. رفته بودیم با کریم پاشا حلقه نامزدی بخریم. لیلی امیر ارجمند رو که میشناسی. خوشبختم. پس به افتخارشون. مشروبشم که رسید. راستی بچه شنیدین شاه داری میاد پاریس؟ من که حتما میخوام برم ببینمش. اون از حوده یه خوشش نمیاد. میدونه اکثر دانشجوها ایرانی تو پاریس گرایش چپ داره. برای من که چپ و راست نداره. واسم خیلی جذابه که شاهو از نزدیک ببینم و هرچی دلم میخواد بهش بگم. اون موقع اگه پاتو بذاری ایران که تیک بزرگت گوشته. میدونی که فقط باید جلوش تعظیم کنی و مجیزشو بگی. بعدم بگی دولتی سر ملوکانه همه چی بر وفق مراده. اون وقت شاید ازت خوشش بیاد و بهت پیشنهاد بده که ملکه ایران بشه. جوادی جون اون هیچ وقت با یه مسیحی کاتولیک ازدواج نمیکنه. مگه یادتون رفت قضیه دختر پادشاه ایتالیا رو؟ اون فرق میکنه. اون از اول مسیحی بوده. ولی تو چی؟ مسلمان بودی بعدش مسیحی شدی. یه نظرم که حلاله. خدا خفت نکنه بذار. قراره تو سفارت ایران دانشجویان دختر ایرانی به دیدن شاهنشاه بیان. فقط دختر؟ قربان پسرها که روپای خودشون با میستن. دخترها نیاز به حمایت پدرانه ملوکانه دارن. من فقط پدر شهنازم. چه افتخاری دارم والا حضرت شهناز. قربان میخوام یه جلسه با دانشجوها بذارم. بگم نمیتونن شاهنشاه رو ببینن. بعد ناغافل در باز میشه علازت وارد میشن. فکر خوبیه اما به شرط اینکه جلشون اینقدر پدر پدر نکنه. من پدر کسی نیستم. امر امر ملوکان است. میتونم
میتونه منو بهش پیشنهاد بکنه؟ قرار بود بهش بگیم نمیتونه بهش گفتیم. متاسفانه برای علی‌حضرت یه کاری پیش اومده، امروز نمیتونم تشریف بیارم. آخه چرا؟ اجازه بدید. اجازه بفرمایید. علی‌حضرت. علی‌حضرت. خوشحالم که در جمع شما حضور دارم. هدف من اینه که شما در شرایط خوبی قرار بگیرید، چون که شما باید در آینده به مملکت خودتون خدمت کنید. شاهنشاه اجازه بفرمایین، دانشجویان مشکلاتی دارن، مطرح کنن تا مشمول عنایت ملوکانه بشن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت اعلیحضرت شاهنشاه. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط دو تا نکته هست که خدمتتون عرض میکنم. متاسفانه سرپرستی توجه خاصی به مسائل ما ندارن و هرچی در رابطه با مشکلات تا الان گفتیم فایده ای نداشته. نکته دوم درباره ناچیز بودن کمک هزینه تحصیلی هستش که به دانشجویان پرداخت میشه. متشکرم. آقای تفضلی. بله حضرت. در رابطه با افزایش کمک هزینه تحصیلات دانشجویان سریع اقدام کنید. چشم. در رابطه با مسائل دیگه هم جلسه بذارید با حضور من تا رفع بشه. داداشی تنهایی تحویل و سال کنه؟ گفتم خانوادگی داره هم باشیم، من و تو و آقام و مادرم. خوب کردی؟ ملتفتی؟ خوب کردی؟ میخوامت محمودی. یواش یواش فکر میکنم باید فکر برگشتن به خونه باشی. نه محمودی، خونه داداشید همینجاست، تنگ دل آقام. آقامون از تنهایی خوشش نمیاد. مادرم هست، تنها نیست. سکوت قبرستون تنها رو تنها تر میکنه. نگو دیگه اینو. من باهاشون باشم مزه تنها تری رو تنها تنها نمیچشن. آدم هر جا که خوشه جاشه، خواه قبرستون باشه خواه وسط سالن اوپرا. قشنگ بود، بنویس. اینا نوشته شده آقای امین مسعود خان، همش نوشته شده. سلام. سلام آقای دکتر، عید شما مبارک. مرسی، سال نو شما مبارک باشه. خیلی ممنونم. متشکرم. صد سال به این سالا. بابا عیدتون مبارک باشه. بابا خجالت دادی همیشه. عیدتون مبارک باشه. خجالت میدی. خیلی ممنون. نه مالای آقا خانم. مرسی که مادر دادی. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. دوست بفرمایید. ممنونم، شیرین کام باشی. خیلی ممنون. خجالت دادی. هم بالا جان دلم.
سنگینه سلام. کجایی شما؟ بالاخره اومدم دایی جون. لیلی من تو رو تحقیش کردم. لیلی که میشناسی که بفرماستم. چقدر خوشمزه است. غذای هیچ جای دنیا غذای ایران نمیشه. از پاریس چه خبر؟ هیچی، درس، کار، فعلا که مشغولی. راستش میخواستم یه موضوعی رو مطرح کنم. من یه خواستگار پیدا کردم تو پاریس. فرانسویه؟ نه، ایرانیه. خیلی پسر خوبیه. اسمش کریم پاشاست، هم کلاسیمه. چند وقتی است که باهاش آشنا شدم. خیلی جنتلمنه. هر دختری آرزوی ازدواج با اونو داره. خب حالا نظر خودت چیه؟ مرد خوبیه. خیلی با شخصیت و با فرهنگه. فرح هم خیلی دوست داره. البته دایی جون، نظر شما برای من خیلی مهمه. به خاطر همینم اومدم ایران. حالا تا کی ایران میمونی؟ کل عیدو که پیشت میمونم قربونت برم. بعد از اینکه یه دل سیر، آجیل و تخمه و پسته و دستپخت شما رو خوردم، اون وقت تازه میرم سفارت، پاسپورتم رو تمدید میکنم. بیشتر راجبش صحبت میکنیم. چه لباسای شیکی. اینو ببین. اینجا رو ببینین. کلی آجیل و تخمه آفتابگردون و تخمه شور خریدیم. تو هم از این لباس خریدی؟ آره خریدم. ولی چقدر اینجا گرونه. کی بریم وزارت امور خارجه واسه تمدید پاسپورت؟ فردا صبح میریم. فکر میکنم که فردا جوابش بیاد. خواهش میکنم بفرم. حل شد؟ نه بابا، پاسپورت من تمدید شد، ولی خانم فرح دیبا رو ممنوع خروج کردن. چرا؟ نمیدونم. پاسپورت خودته؟ بله بله، تمایلات چپی و کمونیستی و میگن اسم خانم فرح دیبا تو لیست مخالفین اعلیحضرته. چه بد شد؟ خیلی. حالا باید چی کار کنیم؟ نمیدونم، فعلا تشریف داشته باشید تا ببینم. بله بله، حتما. بیا دیگه عزیز، داری گریه میکنی. دختر لوس، من یه دوستی دارم به نام احمد علی ابتهاج که رئیس سازمان برنامه بودجه است. با اردشیر زاهدی داماد شاه دوسته. خواستم با آقای ابتهاج صحبت کنم. بنده قطبی هستم. سلام آقای ابتهاج، حالتون چطوره؟ ممنونم. حتما خدمت میرسیم. غرض از مزاحمت، دختر خواهر بنده امروز میخواسته پاسپورتش رو تمدید کنه، ولی در وزارت خارجه بهش میگن ممنوع الخروجه و از این حرفا، گرایشات چپی و این چیزا دیگه. بله، محبت میکنی. پس من منتظرم. سایتون کم نشه. خدا نگهدار. چی گفت؟ گفت خبر میده. جای نگرانی نیست.
سوی جون دور خدا عجله کن. الو سلام. سلام آقای قطبی تشریف. بله بله گوشی حضورتون باشه. سلام آقای ابتهاج. سلام قطبی جان. هماهنگ شد قطبی جان، شما فردا دوباره به وزارت خارجه برین. آقای اردشیر زائری سفارش کردن. ممنونم. خواهش میکنم. خیلی لطف کردین قربان. اختیار دارین. فردا میبینم. پایدار باشین. شما هم همچنین. خدا حافظ. سایتون کم نشه. به امید دیدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. من و مادرت باهات میاییم. نگران نباش. ازت صحبت کرد. پرسشنامه‌تون که خوندم جالب بود که شما به دو زبان فرانسه و انگلیسی مسلط هستید. دوست دارم والازت شهنازم شما رو ببینم. فردا ساعت 4 میایم به باغ حصارک در کرج. لیلی بیا. من حالم بده. بریم بیرون منتظر بشی. باشه باشه بریم بیرون. شیر زاهدی منو دید. تو سه بعدش هم منو دعوت کرد برای ملاقات با والا حضرت شهناز. چی شده مامان؟ تو چرا خوشحال نیستی؟ اردشیر زاهدی آدم بدنامیه، مشهوره به زنبارگی. با تو چی کار داره؟ ولی من میخوام والا حضرت شهناز رو ببینم. خب بریم. فرح دیبا دانشجو در فرانسه، دارای گرایشات چپی بوده و از خانواده متوسطی هم برخوردارن. آدمی رو که از طبقات متوسط و پایین به موقعیت بالاتری برسونی میشه همه چیز ازش خواست. ما راجع به اون تحقیقات بیشتری میکنیم خیلی زود. شما به کارتون ادامه بده. اطاعت امر میشه قربان.